سلام، هنوز از 6 ماه ابتدایی سال 2020 عبور نکردیم، واسه همین خودم رو مجاز دونستم به ضبط این ویدیو تا بررسی تخصصی تری داشته باشیم روی لپتاپ های موجود تو بازار ایران توی سال 2020. من مسعود هستم و این کانال بی پرو هستش. تلاش میکنم به صورت هفتگی ویدیوهایی در مورد کامپیوتر، تکنولوژی، مدیا و شبکه که تخصصم هستش منتشر بکنم. پس اگر از این دست ویدیوها خوشتون میاد کانال من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فراموش نکنید تا به محض اینکه ویدیوی جدیدی منتشر میکنم نوتیفیکیشنش برای شما هم بیاد. تقریبا از ابتدای سال 2018 تا امروز، یعنی می 2020، شاهد نفوذ یک سری برندها توی بازار ایران بودیم، مثل ایسوس و لنوو. تا حدودی ایسر و اچ پی هم میشه توی این کاتگوری قرار داد. اپل هم جای خود داره به خاطر اینکه توی بازار ایران فروش بسیار عالی داره، اما بیشتر هدفم اینه که روی پلتفرم های ویندوزی صحبت بکنیم. خیلی هم فرق بین در واقع مارکت دیجیتال و مارکت در واقع سنتی وجود نداره، چون از وارد کننده های مشترک و تامین کننده های مشترک دارن استفاده میکنن. این موضوع رو مورد بررسی قرار دادم تا یکی از عوامل محدود کننده رو بشناسید. اگر تعصب خاصی روی برند خاصی دارید، باید دقت بکنید که آیا همه محصولاتش، همه مدل‌هاش توی کشور وجود داره یا نه. برندهایی که بهتون معرفی کردم تقریبا همه مدل‌هاش توی کشور وارد میشه. معمولا افرادی که قصد خرید یک لپتاپ رو دارن شاخص‌های متفاوتی برای انتخاب دارن، البته بسته به نیازشون. یعنی چی؟ شما یه حسابدار پاره وقت هستید که تو روی مجموعه‌های مختلف کار می‌کنید، یا دانشجو هستید، یا کار گرافیک انجام میدید، یا مثل من یوتیوبر هستید و کار ساخت فیلم و ادیت ویدیو انجام میدید، یا گیمر هستید. بسته به نیازتون شاخص‌های متفاوتی دارید. مثلا اگر یک حسابدار هستید، خیلی نباید حساس باشید که لپتاپتون حتما کارت گرافیک داشته باشه. نه، اصلا نیازی نیست. یا مثلا اگر کار گرافیکی میکنید، مثلا روی فتوشاپ، ایلاستریتور، افینیتی دیزاین، خیلی دنبال این نباشید که من احتیاج دارم که یه دونه کارت گرافیک هیولا داشته باشم. نه، اصلا احتیاج نیستش. شما با یه دونه کارت گرافیک 2 گیگ با بیتریت 64 میتونید خیلی راحت کارتون رو راه بندازید. بنابراین باید نیازتون رو خوب بشناسید و شاخص‌های انتخاب رو هم که من بهتون یاد میدم خوب یاد بگیرید. اول از همه مدل خریدتون شما رو تا سالها از خرید یک لپتاپ دیگه بی‌نیاز میکنه، به این صورت که خب همیشه سعی بکنید بهترین مدل‌ها رو نسبت به نیازتون بخرید، به این دلیل که تا سالیان بعد دیگه نیاز به خرید یک لپتاپ احساس نشه. یعنی چی؟ فرض میکنیم امسال سال 2020 میلادیه، یک دهه تموم شده، اکثر کمپانی های صاحب تکنولوژی سعی میکنن آخرین تکنولوژی خودشون رو وارد بازار میکنن. سعی کنید از آخرین تکنولوژی ها و از آخرین مدل ها استفاده بکنید. دلیلش هم اینه که تا سالیان بعد این مدل ها دیرتر و کمتر قدیمی میشن. حالا فرض کنید امسال برید یه لپتاپی که 3 سال پیش روی بورس بوده رو خرید کنید، چه اتفاقی میفته؟ خب معلومه نهایتاً تا 1 سال دیگه این لپتاپ تکنولوژیش قدیمی میشه، از یک سری در واقع از فیچرها نمیتونید بهره ببرید. بنابراین همیشه روی این که آخرین مدل‌ها رو بخرید حساس باشید. مورد دوم که البته همه هم روش حساس هستن، وزن و سایز لپتاپ. حالا اینکه چرا این دوتا رو توی یک کاتگوری آوردم، دلیلش اینه که خب این دوتا رابطه مستقیم با همدیگه دارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما نمیتونید معمولا یه لپتاپ سایز 15.7 اینچ بگیرید و وزنش نسبت به یه لپتاپ 13 اینچی سبکتر باشه. اما عواملی که توی سایز لپتاپ مؤثر هستن چه چیزایی هستش؟ اول مانیتور، دوم کیبورد. اگر از مانیتور بزرگتر استفاده کنید، معمولا کیبورد های شما فول سایز هستش
کیبورد فول سایز یعنی چی؟ یعنی کیبوردی که دست راستش نامرال داره. اما وقتی از لپتاپ های معمولا 14 اینچی و 13 اینچی استفاده می کنید چه عاملی وجود داره؟ معمولا کیبوردها داون سایز میشن و وقتی کیبورد داون سایز میشه اون نامرال دست راست رو دیگه نداره. اگر شما به عنوان یک حسابدار دارید کار میکنید و معمولا اون اعداد رو دست راست کیبورد زیاد ازشون استفاده میکنید، دقت بکنید که نمیتونید هم لپتاپ سایز کوچیک انتخاب بکنید و هم در واقع نامرال داشته باشه. اینجوری مجبور میشید از یک کیبورد اکسترنال استفاده بکنید. اما مثلا اگر به عنوان مثال یک گیمر هستید، گیمرها معمولا احتیاجی به اون نامبرهای انتهای کیبورد ندارن. بیشتر واسهشون رزولوشن مانیتور اهمیت داره و اینکه در واقع مانیتور از چه پنلی استفاده بکنه. بنابراین این عوامل مؤثر توی سایز لپتاپ شما هست. پیشنهادی که من برای شما دارم اینه که یه مقدار وزن اضافه تر رو تحمل بکنید، اما از مانیتورهای بالای 15 اینچ و کیبورد فول سایز استفاده بکنید که معمولا توی کار کردن یه کمبود بعدن احساس نشه. عامل بعدی که توی وزن لپتاپ شما مؤثر هستش، وجود یا عدم وجود DVD رایتر هستش که توی اسپک لپتاپ به صورت ODD نمایش داده میشه. امروزه دیگه توی سال 2020 میلادی وجود DVD رایتر منسوخ شده. به این موضوع دقت کنید، خیلی حساس نباشید که لپتاپی که تهیه میکنید حتما DVD رایتر داشته باشه. وجود DVD رایتر دیگه یک فیچر محسوب نمیشه. همین الان خیلی راحت شما با وجود یک فلش ساده میتونید ویندوز عوض بکنید. بنابراین خیلی حساس نباشید که حتما لپتاپتون DVD رایتر داشته باشه. اما پارامتر سوم، مانیتور، که سه تا شاخص برای انتخابش باید در نظر بگیرید. اول رزولوشن تصویر، دوم مات بودن پنل، و سوم اینکه حتما پنلتون IPS باشه. روی مانیتور حساس باشید به خاطر اینکه کیفیت تصویر رو مانیتور به شما انتقال میده و ممکنه که شما ساعت‌های زیادی پشت مانیتور باشید، به خاطر همین ممکنه که چشمتون خسته بشه. بنابراین عواملی که تأثیر دارن که چشم شما خسته نشه، یکیش رزولوشن بالا. خیلی فکر میکنن که رزولوشن روی خستگی چشم تأثیری نداره. نه، اتفاقا خیلی تأثیر داره. هر چی تصویری که شما دارید میبینید نزدیک به واقعیت باشه، تحلیل چشم شما کمتر میشه. بنابراین چشمتون دیرتر خسته میشه. حالا پنل مات هم به این موضوع بیشتر کمک میکنه. دلیلش اینه که پنل‌های مات رفلیت نور یا انعکاس نور رو توی چشم شما ندارن. اما مورد سومی که باید در نظر بگیرید اینه که حتما از پنلی استفاده بکنید که IPS باشه. در مورد رزولوشن هم یه چیزی بهتون بگم. الان دیگه کمتر از 1920 در 1080 یعنی فول HD مفهومی نداره توی مانیتور. دیگه تقریبا سال به اواسط سال 2020 میلادی هم رسیدیم و مطمئن باشید اگر کمتر از این رزولوشن در نظر بگیرید، همین الانش کمتر از این رزولوشن قدیمی شده. به خاطر همین حداقل رزولوشنی که برای مانیتور لپتاپتون در نظر میگیرید فول HD یعنی 1920 در 1080 باشه. اما پارامتر چهارم، پورت ها. اگر لپتاپ مورد نیاز شما اون پورتی که میخواید رو نداره، خیلی حساس نباشید. توی سال 2020 اکثر لپتاپ های موجود توی بازار، حالا چه پلتفرم ویندوزی چه مکبوک های اپل، معمولا پورت تایپ C یا پورت تاندربولت دارن که فرقشون هم اختلاف ولتاژیه که توی مکبوک های اپل بیشتر هستش. اما این پورت ها که معمولا باهاش موبایلشون رو شارژ میکنن چه ویژگی دارن؟ اینها پورت‌های قدرتمندی هستن که شما میتونید بهش داکت وصل بکنید، یا در واقع اکسپنشن پورت یا توسعه دهنده درگاه. یه سری داکت بهش اضافه کنید که روی اون داکت همه پورت‌ها وجود داره و از اون استفاده بکنید. معمولاً وقتی تعداد پورت‌ها کمتر میشه، لپتاپ شما باریک‌تر، سبک‌تر و البته خیلی حرفه‌ای‌تر و شیک‌تره. اما لپتاپ‌هایی که هر طرفش معمولاً می‌بینید 6 تا پورت دارن، 7 تا پورت دارن، دیگه نمیتونن با اون باریکی و چشم نوازی باشن توی طراحی البته. اما پارامتر پنجم، کیبورد
یه پارامتر کاملا سلیقه‌ای. اما مهم، اگر امسال قصد خرید یک لپتاپ دارید، حتما مد نظر قرار بدید که کیبوردتون بکلایت داشته باشه. یک سری از افراد معمولا موتورشون واسه کار کردن شبا روشن میشه، به خاطر همین مجبور میشن نور محیط رو به خاطر اینکه کیبوردشون رو ببینن روشن بذارن. بنابراین حتما دقت بکنید که اگر امسال میخواد یک لپتاپ خریداری بکنید، حتما کیبوردش بکلایت داشته باشه. اگر فول سایز باشه که دیگه چه بهتر. اما پارامتر ششم، کانفیگ سخت افزاری لپتاپی که میخواید انتخاب بکنید و البته اصلی ترین و مهمترین پارامتر. من این پارامتر رو به دو دسته عمده تقسیم کردم. دسته اول سخت افزاری که غیر قابل ارتقا هستش. دسته دوم سخت افزاری که بعدا میتونید ارتقا بدید. اما بریم سراغ دسته اول. توی دسته اول اصلی ترین شاخص خود مادربرد لپتاپه. مثلا به عنوان مثال شما بین چند تا لپتاپ سردرگمید که کدوم رو انتخاب بکنید، حتما اسپک مادربرد رو مطالعه بکنید و بازهای انتخاب هایی که پیش روتون وجود داره، باز مادربرد هاش رو با هم دیگه مقایسه بکنید. اصلی ترین پارامتر بازهای مادربرد یک لپتاپه. یعنی چی؟ درگاه هایی که سخت افزاری که روی مادربرد سوار هستش با هم ارتباط میگیرن. به عنوان مثال ممکنه شما یه لپتاپ بخرید که سخت افزار قوی داشته باشه، آخرین مدل سی پی او روش باشه، آخرین مدل کارت گرافیک روش باشه، آخرین مدل رم روش باشه، اما نسبت به لپتاپی که مثلا دوستتون خریده کندتر باشه. اونجا متوجه میشید که چقدر مادربرد روی سرعت لپتاپ شما تاثیر گذاره. اما پارامتر دوم کارت گرافیک. کارت گرافیک، روی کارت گرافیک حساس باشید، اما بسته به نیاز خودتون. یا مثلا به عنوان مثال اگر گرافیست هستید، کار عکاسی میکنید، روی نرم افزار فتوشاپ کار میکنید، روی نرم افزار ایلاستریتور کار میکنید، روی نرم افزار افینیتی کار میکنید، خیلی حساس نباشید که حتما یه کارت گرافیک خیلی قوی و هیولا بگیرید. نه، خیلی ساده با یه کارت گرافیک 2 گیگ مثلا سری MX انویدیا کارتون راه میفته. مجبور نیستید یه کارت گرافیک هیولا بگیرید، چون این معمولا بین 3 تا 4 میلیون تومان هزینه لپتاپ شما رو زیاد میکنه. اما مثلا اگر مثل من یوتیوبر هستید، کار ادیت فیلم انجام میدید، کار ادیت ویدیو انجام میدید، هم فتوشاپتون همزمان بازه، هم مثلا پریمیرتون بازه، هم افتر افکتتون بازه، اونجا دیگه مجبورید یه کارت گرافیک بهتر بخرید. بنابراین برای کارت گرافیک نسبت به نیازتون حساس باشید. مثلا اگر یه دانشجو هستید که نهایتا چند تا نرم افزار فنی مهندسی روی لپتاپتون باز میکنید، معمولا وب براوز میکنید، معمولا فیلم روی لپتاپتون نگاه میکنید، خیلی حساس نباشید که حتما کارت گرافیک روی لپتاپتون باشه. اما اگر مثلا کار فیلم سازی میکنید، کار اسپشیال افکت میکنید، جلوه های ویژه روی فیلمتون سوار میکنید، به پیشنهاد من برید کارت گرافیک کوادرو بگیرید، چون اون موقع نیاز دارید و توجیه داره و هر چقدر هزینه بکنید این هزینه ای که انجام میدید توجیه داره. اما یکم ریستر بشیم روی کارت گرافیک. این باور اشتباه توی خیلی ها دوباره وجود داره که اگر کارت گرافیک من رمش 4 گیگ باشه، یعنی مثلا من یک کارت گرافیک میخرم 4 گیگ DDR مثلا 5، این خیلی بهتر از یه دونه کارت گرافیک 2 گیگه. این پارامتر توی سرعت کارت گرافیک شما اصلا تأثیری نداره. این پارامتر حافظه یک کارت گرافیکی شما نشون میده که معمولا میتونید باهاش چقدر بافر کنید. اما سرعت کارت گرافیک شما به بیتریت یا همون نرخ تبادل بستگی داره. این نرخ تبادل سعی کنید کمتر از 128 بیت نباشه. اما بریم سراغ سخت افزارهایی که شما بعداً میتونید ارتقا بدید. سعی بکنید لپتاپی بخرید که بعداً مجبور نباشید ارتقا بدید. اما سخت افزارهایی که بعداً میتونید ارتقا بدید چیا هستن؟ شاید خودتونم بهتر بدونید. رم و در واقع استوریج که توی بازار بهش میگن هارد. حالا چه مکانیکال باشه چه SSD باشه. اول بریم سراغ رم. رمی که انتخاب میکنید سعی بکنید باس قدرتمندتری داشته باشه تا توی سرعتتون تأثیر داشته باشه. دوباره این اشتباه رو نکنید.
که اگر یه رمی حافظش بیشتره، یعنی رم 16ه، پس بنابراین این کمک میکنه که سرعت بیشتر باشه. خیلی کمک نمیکنه که سرعت بیشتر باشه. دلیلش چیه؟ وقتی من یه دونه لپتاپ دارم با رم 8 میتونم تا جایی روش نرم افزار باز کنم و توی نرم افزارم به عنوان مثال ادوبی پریمیر ویدیو توش لود بکنم واسه کات و کراپ کردن، چه مقدار میتونم فایل توش باز بکنم تا این بافر 8 گیگ پر بشه. به معنی اینکه این بافر 8 گیگ پر بشه، سرعت لپتاپ من کند میشه، حتی شرایطی هنگ بهش دست میده. اما من وقتی آگاه باشم به رم لپتاپ خودم، خب باز کردن برنامه‌هامو مدیریت میکنم. پس این خیلی به سرعت بستگی نداره. اون چیزی که به سی پی یو شما بیشتر کمک میکنه به عنوان رم و در واقع سرعت لپتاپ شما رو تحت تأثیر قرار میده، باس رم شما هستش. که دقت بکنید هرچه باس رمتون بیشتر باشه، در شرایط عادی سرعت لپتاپ شما بیشتر. اما بریم سراغ استوریج. سعی بکنید از استوریج SSD روی لپتاپتون استفاده بکنید که در واقع کمک بکنه استارت آپ سبکتر و سریعتری لپتاپ شما داشته باشه. اما اگر میخواید بین SSD ها انتخاب داشته باشید، حتما از SSD های در واقع M2 که به شکل اسلات هستن و شکلشون خیلی شبیه شکل رم هستش استفاده بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه اگر از در واقع استوریج SSD M2 استفاده بکنید، این کمک میکنه که لپتاپ شما یه فضایی داشته باشه که بتونید کنارش یه دونه هارد مکانیکال بذارید و ظرفیت هم استفاده بکنید. اما روی ظرفیت هم خیلی حساس نباشید. باز دوباره توی سال 2020 میلادی بذارید اینجوری بهتون بگم که حتی استوریج کردن و آرشیف کردن هم یه کار کاملا منسوخه، چون اکثر افراد دیگه میتونن روی کلاد در واقع فایل هاشون رو سیو بکنن و اگر فیلمی یا در واقع محتوای رسانه‌ای دارن میبینن به صورت آنلاین ببینن. الان دیگه دانلود کردن و سیو کردن به عقیده من البته کار کاملا منسوخیه. خب دوستان، به انتهای این ویدیو رسیدیم. باز ازتون میخوام که اگر از این عنوان ها خوشتون میاد، چنل من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فراموش نکنید. انتهای این ویدیو دو تا ویدیو دیگه قرار دادم که اگر دوست داشتید میتونید اونها رو هم ببینید.